سوالی مطرح میشه که بانک مرکزی چگونه پول ایجاد میکنه؟ در گذشته برداشت این بود که پول پشتوانه ای داره. مثلا ذخایر طلایی که در اختیار حاکمیت قرار داشت و در اختیار بانک مرکزی قرار میگرفت به عنوان ذخیره پول شناخته می شد به عنوان پشتوانه پول شناخته می شد یا مثلا جواهرات سلطنتی یا مثلا زخایر نقره که یک کشور داشت به عنوان پشتوانه پول شناخته می شد ولی امروزه متوجه شدیم که این تصویر و این تصور یک توهم بیشتر نبوده و واقعیت این هست که در تمام دنیا وقتی که فیاتمانی یا پول حاکمیتی داریم که در کشور ما هم همین پولی ریالی که رایج چست یک نوع پول حاکمیتی هست این پول معمولا از صفر خلق می شود یعنی یک دستگاه انحصاری در کشور وجود داره که معمولا در کشورهای مختلف بانک مرکزی اون کشور هست که قدرت انحصاری خلق پول داره در گذشته وقتی بانک مرکزی میخواست پول انتشار بده اقدام به ضرب سکه میکرد اگر این سکه که ضرب میشد مثلا سکه طلا بود و اگر منابع طلا در اون کشور محدود بود خود به خود خلق پول محدود میشد اما اگر که مثلا سکه سکه یه های دیگری بود که به راحتی قابل ضرب کردن بود خب شما میدیدید که حاکمیت میتونست مقدار زیادی سکه منتشر کنه و بدین طریق تورم رو در اون کشورها شاهد بودیم اما تورم یک پدیده مدرن هست تورم از زمانی به وجود آمد که ما به جای اینکه سکه ضرب کنیم اقدام به انتشار اسکناس کردیم یعنی از کاغذ استفاده کردیم و پول رو پرینت کردیم این پرینت پول این چاپ پول هم می تواند در واقع حجم پول رو به شدت افزایش بده میتونه تورمی باشد و خیلی ساده تر از ضرب سکه هست منتها در دنیای ما بعد مدرن یعنی در دنیای مثلا از سالهای 1930 1940 به بعد به تدریج شاهد بودیم که بانک های مرکزی وقتی که میخوان پول منتشر بکنن نه سکه ضرب میکنن به اون حد نه حتی اسکناس منتشر میکنن بلکه به تدریج رفتن به سمت اینکه پول الکترونیک رو استفاده کنند یعنی فقط بانک مرکزی وقتی میخواد پول چاپ کنه مثلا امروز در کشور ما در ایران بانک مرکزی میخواد پول منتشر کنه اینطوری است که مثلا حساب دولت نزد بانک مرکزی توسط بانک مرکزی چارج میشه یعنی مسئول بانک مرکزی مثلا یک عدد صد می نویسه جلوش نه تا ده تا صفر میذاره مثلا صد میلیارد تومن پول ایجاد میشه انتر که بزنه این پول وارد حساب دولت شده متاسفانه صد میلیارد تومن امروز پول ایجاد شد به صورت روزانه بانک مرکزی میتونه می بدون هیچ پشتیبانی بدون هیچ محدودیتی متاسفانه اقدام به خلق پول کنه و یکی از دلایل اصلی تورم در ایران همین در واقع خلق پول بدون محدودیت توسط بانک مرکزی و توسط نظام بانکی است بنابراین اگر شما واقعا میخواید در کشورتون جلوی تورم رو بگیرید باید نظارت جدی و محدودیت های جدی بر خلق پول توسط بانک مرکزی اعمال بشود